به خوش اومدید. من استیون سکر هستم. شش ماه پس از اون که روزنامه نگار سعودی جمال خاشخچی توی کنسولگری عربستان در شهر استانبول به قتل رسید، سه نفر از همفکرانش هم هشدارهایی دریافت کردن مبنی بر اینکه جون اونها ممکنه در خطر باشه. منبع این اطلاعات هم سازمان سیا بود. یکی از اون سه نفر عیاد بغدادیه که سابقه طولانی در نقد رژیمهای اقتدارگرای عرب داره و حالا مهمون برنامه امروز منه. بغدادی در نروژ پناهنده سیاسیه و از اونجا با استفاده از شبکه های اجتماعی اونهایی رو که بهشون رهبران جبار عرب میگه به چالش میکشه. حالا بعد از خزان بهار عربی آیا مبارزه اون هم محکوم به شکسته؟ آقای عیاد بغدادی از اسلو به هارتاک خوش اومدید خیلی ممنون که من رو دعوت کردی استیون شما در اسلو پناهنده سیاسی هستین و نروژ کشور امنی برای زندگی به حساب میاد با این حال همین چند هفته پیش مطلع شدید که جون شما در خطر جدیه به من بگید که این هشدارها از کجا به شما داده شد و حاوی چه پیامی در مورد امنیت شما بوده <applause> این زنگ خطر از طرف سازمان اطلاعات نروژ که ما اینجا بهش پی اس میگیم به صدا در اومد. معمورانشون اومدن در خونه و من رو به یک جلسه در همین مورد به جای امنی بردن. اونجا قضیه رو برام تعریف کردند و گفتن که یک نهاد اطلاعاتی همکار جزئیات رو در اختیارشون قرار داده و اینکه من توی لیست افرادی هستم که قرار هدف حمله واقع بشن. بعدها روزنامه گاردین یک گزارش منتشر کرد که روشن کرد که اون نهاد اطلاعاتی همکار که به نروژی های مطلب رو گفته سازمان CIA بوده. شما میگین که معمورین اطلاعاتی نروژ نوع و ماهیت این تهدیدات رو خیلی توضیح ندادن ولی گفتند که سایه اسلحه و مرگ بر سر شماست من نمیخوام خیلی احساسی با این موضوع برخورد کنم ولی همچین توصیفی علامت یه تهدید خیلی جدیه Well, I mean, the, the threat itself was... خب اونا میگفتند ماهیت خود اون تهدید نامشخصه. ولی میزان جدی بودن این تهدید از نظر من خیلی بالا بود. <applause> چون ببینید من نه یک شهروند آمریکایی هستم و نه ساکن اونجا هستم. و همین برام سوال ایجاد کرد که چرا سازمان CIA اطلاعات مربوط به خطر جون من رو در اختیار دولت نروژ میذاره؟ منی که اصالت یا اقامت آمریکایی ندارم. همین از نگاه من میزان جدی بودن اون تهدید رو نشون میداد. seems to me that to, to indicate a certain level of risk. A certain level of threat. شما قبلا گفتید که روی یه پروژه کار میکنید که از همون اول میدونستید که یک کار حساسه و همراه با خطر و تهدید. اون پروژه چیه؟ آیا هنوز هم دارید روش کار میکنید؟ I mean, I've been working with my team at the Kawakibi Foundation on a number of projects. Uh, من و همکارام توی بنیاد کواکبی روی پروژه های متعددی کار کردیم. البته من اجازه دارم فقط در مورد بعضی از اونو صحبت کنم. چون بقیه این پروژه ها فعلا خیلی حساس و محرمانه هستند. البته حساس ترین اونا که حالا علنی‌تر از بقیه شده مشخصا عامل اصلی اون تهدید بود همکاری من با تیم جف بزوس بود. کار ما گردآوری یک گزارش بود که نشون میداد اولا سعودی های کارزار علیه شخص جف بزوس را انداختن، دوم اینکه تلفن شخصیش را هک کردن. درسته شما در مورد ارتباطتون با بزوز صحبت کردید و این یک ارتباط پیچیده ای بوده خب میدونیم که بزو صاحب امتیاز روزنامه واشنگتن پست هم هست و واشنگتن پست همون ای که جمال خاشخچی براش مینوشت بعد از قتل خاشخچی واشنگتن پست شاید یکی از اصلی ترین نهادهای رسانه‌ای بود که خواستار بازنگری سیاست ایالات متحده در قبال عربستان شد بعدش هم به جرأت میتونم بگم که سعودی از نحوه پوشش واشنگتن پست از قضیه خاشخچی ناراضی بودن. خب جف بزوس به کلیت قضیه ربط داره. آیا بزوس در حال حاضر از شما حمایت مالی میکنه؟ خیر، اصولا همکاری ما با جف بزوس پولی نبود و ما برای زمانی که میذاشتیم و کاری که انجام میدادیم پولی نمیخواستیم. میخوام بگم که رابطهمون شغلی و کارفرمایی نبود. به همین دلیل لازمه یه چیزی به توضیح شما در مورد موقعیت جف بزوس تو این داستان اضافه کنم و اون اینه که در زمان قتل خاشخچی بزوس توی دوراهی سختی گیر کرده بود و برای توصیف این وضعیت حتی یک کلمه جدید توی انگلیسی ابدا کرد کامپلکسیفایر به مفهوم یک نوع سرگیجه روی دوراهی چون جف بزوس صاحب واشنگتن پست بود و خاشخچی برای واشنگتن پست کار میکرد ولی در عین حال بزوس با شخص ام ارتباط مستقیم مالی و تجاری داشت بنابراین میبایست از بین این دو یکی رو انتخاب میکرد بله و البته باید توضیح بدم که MBS همون محمد بن سلمانه ولی عهد سعودی که در عمل شخص اول مملکته حالا بیشتر در مورد خاشخچی صحبت کنیم چون شما یکی از نزدیکان و همفکراش بودید. خاشخچی مردی بود که مرتب در رسانه ها خواستار اصلاحات سیاسی و تغییر در نظام عربستان بود. شما هم همینطور. شما در پایگاه اینترنتی خودتون تحت عنوان کتابچه در باب حکام جبار عرب و همچنین وبلاگتون پیوسته دولت سعودی رو هدف قرار دادید و معتقد این که عربستان بیشتر از بقیه کشورهای عربی نیازمند اینه که به اقتدارگرایی و سرکوب خاتمه بده. آیا زمانی که خاشخچی توی اون ساختمون کنسولگری در استان استانبول به قتل رسید تعجب کردید؟ بله فکر می کنم همه متعجب شدن در واقع فکر نمی کردیم که بدترین سناریوی دولت سعودی برای خاشخچی کشتن اون باشه راستش رو بخواید زمانی که من این خبر رو شنیدم فکر می کردم که دیگه تو بدترین و وحشتناکترین ترین حالت نهایتا دولت سعودی میاد دست به آدم ربایی میزنه و خاشخچی رو به عربستان منتقل میکنه و اونو مجبور میکنه که مثلا جلوی دوربین یه بیانیهای ای رو بخونه و بگه که بله من با خواست خودم به وطنم برگشتم و حرفای از این دست بنابراین ما واقعا فکر نمی کردیم که سعودی ها خاشخچی رو بکشن شما بعد از قتل خاشخچی از حضور قابل توجهتون توی شبکه اجتماعی مثل توییتر و همچنین به نویسی در جهت اقناع افکار عمومی جهان استفاده کردید و از مردم خواستید که در دیدگاه و برخوردشون نسبت به دولت سعودی و شخص شاهزاده محمد بن سلمان بازنگری کنند. قبول دارید که حالا با گذشت هفت هشت ماه توی این کار شکست خوردید؟ خب سوال جالبیه از دیدگاه افکار عمومی دنیا اون تصویری که از محمد بن سلمان به عنوان یک مسلح درست شده بود آسیب دیده و باید بگم اصلا از بین رفته فکر نکنم دیگه امروز کسی بن سلمان رو به عنوان یک مسلح آزادی خواه قبول داشته باشه ولی دلیلی که این فرد هنوز هم مواخذه نشده و به کارش ادامه میده یه چیزه تنها دولتی در دنیا که میتونه اون رو در این زمینه مجبور پاسخگویی کنه و تحت فشار قرار بده حالا اصلی ترین حامی اونه منظورم دولت آمریکا و مشخصا خود ترامپ و مهمتر از اون دومادش جرارد کوشنر And more Jared in the چرا از نظر شما نقش جرارد کوشنر پررنگ تره Well, اول اینکه کوشنر دوست صمیمی و واتسپی بن سلمانه اون حامی اصلی شاهزاده توی دولت آمریکاست و یه رابطه مستقیم دوستانه باهاش داره و تای قصه اینه که کوشنر نقش دربان و نگهبان ترامپ رو بازی میکنه شاید شما دوست داشته باشید که این حمایت شخصی باشه و بخواید اون رو به رابطه بین بن سلمان با ترامپ و کوشنر تقلیل بدید ولی فکر نمی کنید که قضیه فراتر از است یعنی در واشنگتن، لندن و بقیه پایتخت‌های مهم غربی دولت ها یه دیدگاه مشترک دارند، اینکه حکومت سعودی یه متحد مهم استراتژیک برای اونا توی یک منطقه خیلی بی ثباته. همین رو از دولت بریتانیا میشنویم اون روز تو همین برنامه هارتاک با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا همین موضوع رو بحث کردم اونم خیلی خیلی با احتیاط در مورد عربستان اظهار نظر میکرد علتش هم دقیقا همون رابطه مهم استراتژیک با ریاضه درسته. دقیقا همینه. در واقع اونا سر یه دوراهی گیر افتادن عربستان همچنان کشور خیلی مهمی محسوب میشه اقتصاد مهمی می داره مردم پویایی داره چیزی <تصفحه> که باعث شده بن سلمان مایه دردسر غربی ها باشه اینه که این فرد در پوشش به اصطلاح یک حکومت سلطنتی مشورتی یک رژیم مطلق رو پایریزی کرده حالا هم خب دنیا نیاز داره که با عربستان در ارتباط باشه چون همونطور که شما هم گفتین عربستان یه کشور مهمیه ولی این نکته اینه که به نظرم همه حالا قبول دارن که شخص بن سلمان خودش به یک مشکل و مسئله تبدیل شده. خب نمیدونم واقعا در این حدی که شما میگید این مسئله رو حس میکنن یا نه چون وقتی یه نگاهی به تحولات چند ماه اخیر بندازیم ترامپ رو میبینیم که مرتب بر تداوم همکاری با عربستان تاکید میکنه و یا اظهارات مشابهی از دولت بریتانیا میشنویم به فعالیت‌های بونگاها و شرکت های عظیم هم نگاه کنیم بعضی از این شرکت های بزرگ از حضور در اجلاس بزرگ گذاری موسوم به داووس صحرا توی عربستان در پاییز گذشته امتناع کردن. اجلاسی که یا خیلی امید به موفقیتش داشتند ولی حالا خیلی از اونها که به خاطر قتل خاشخچی اجلاس رو تحریم کردن دوباره برگشتند و با عربستان مشغول همکاری شدند لریفینگ یکی از سرمایه گذارای بزرگ وال استریت میگه که تغییراتی که در عربستان در حال انجامه من نقل قول میکنم خیلی شگفت انگیزه میخوام بگم که هم شرکت های عظیم دنیا و هم قدرت های هنوز با عربستان هستند و واضح بگم

خب دوباره برمیگرده به این نکته که عربستان کشور مهمیه و جامعه که نیاز به حمایت داره. من دوست ندارم که وضعیت حال حاضری که شهروندان عربستان تجربه میکنند رو به بدتر شدن بذاره. بن سلمان هم داره از همین قضیه استفاده میکنه. اینکه عربستان کشور مهمیه از لحاظ اقتصادی همینطور و اینکه یک شریک مهم محسوب میشه. بن سلمان اینو میدونه. و همین ریسک سیاسی و اقتصادی و در نتیجه بی‌ثباتی رو در منطقه بالا بره. به همین دلیل تمام دنیا از جمله خود من در مورد حکومت عربستان با یک دوراهی روبرو میشیم. To like you. Let, let's be honest, از جمله خود شما خوب بزنید صادق باشیم که آقای بغدادی پیام شما که شاید از پایگاه اینترنتی شما تحت عنوان کتابچه در باب حکام جبار عرب دریافت میشه اینه که این به قول شما رهبران جبار باید حکومت رو رها کنند ولی دنیا به وقایع سال 2011 و بهار عربی و سقوط رهبران اقتدارگرایی مثل حسنی مبارک در مصر و معمر قذافی در لیبی نگاه میکنه و آشوبی که بعدش به را افتاد با گذره چندین سال از اون اتفاقات خیلی ی‌ها واقعاً معتقد نیستند که حکام ظالم باید برن چون با توجه به تجربه بهار عربی اتفاقی که بعد از رفتن اونا میفته ممکنه خیلی خیلی بدتر باشه خب البته این پرسشیه که خیلی ها مرتب از سال 2011 به اینور از من پرسیدن ولی من معمولا در جواب اونا را ارجام میدم به تحولات و گزارهای دموکراتیک در جاهای دیگه میگم که گزار دموکراتیک یک اتفاق زمانبر و در این حال پراشو با هر جمرجه در مورد بهار عربی هم ما از یک پروژه 30 سی،, سی و پنج حتی ساله داریم حرف میزنیم که الان فقط هشت سالش رو سپری کردیم بیایید همین سوال رو در مورد گذار دموکراتیک توی اروپا بپرسیم اونجا چه جوری بود بعد یه نگاهی به کشورهای عربی در دنیای امروز بندازیم کشورهایی هستند که در حال سقوط آزاد هستن گروه های تروریستی رو میبینیم جنگ داخلی جنگ های نیابتی تثبیت حکومت های اقتدارگرا موج آوارگان و فرار برای پناهندگی ولی در عین حال مقاومت مردمی رو هم میبینیم آخرین نمونه این رستاخیز رو هم نکنیم که در سودان و الجزایر اتفاق افتاد. چیزی که میگیم اینه که گزار دموکراتیک پیچیده است و این رهبران دیکتاتور دنیای عرب واقعا مسیر آینده مردمشون رو بستن. من مخالف این تفکر هستم که دیکتاتوری ثبات با خودش میاد. نکته که شما میگید خیلی مهمه ولی مسئله ای که میخوام با شما مطرح کنم اینه که صدها هزار نفر توی سوریه کشته شدن. نصف جمعیت کشور آواره شده. ببینید این آمار از درد مردمی حرف میزنه که نمیتونن برای زندگی بهتر سی سال منتظر میوه دموکراسی بمونند که شما الان ازش حرف میزنید. ابعاد فاجعه انسانی در 8 سال گذشته انقدر وسیع بوده که شاید بهتر باشه با همون رهبر رهبران امروز بسازد. خب تصور کنید همین سوال رو سال 1944 در مورد آلمان تحت حکومت هیتلر میپرسیدید وقتی که همین آمار و ارقام مشابه در مورد اردوگاه های کار اجباری بیرون اومد فکر کنید اگه اون زمان همه میگفتن مصیبت کافیه بذارید با همین نظام حاکم بسازیم اینو میتونید تصور کنید؟ خب اگه بخواین از اون قضیه استعاره بگیرید معنیش اینه که شما معتقدید که جریان امروز دنیای عرب دچار یه نوع بحران وجودیه که در اون فردی مثل بن سلمان و حاکمیت اقتدارگرای اون با حکومت آلمان نازی همسان میشه ولی من بهتون میگم اگه یه نگاهی به کارنامه بن سلمان بندازین در مجموع تعهد اون نسبت به ایجاد تغییر در عربستان رو هم میشه دید بن سلمان یه سری حقوق جدید برای زنان از جمله حق رانندگی قائل شده فضای کشور رو داره باز میکنه که به واسط اون خیلی ها به عربستان سفر میکنن و در این مورد اظهار نظر میکنن و همین دلیل فکر میکنم مقایسه کردن این نوع از اقتدارگرایی و هم سطح دونستن اون با حکومت نازی راحت بگم خیلی سوال برانگیز و قابل تردیده البته نازیسم همیشه و همینطور توی بحث منم هم به عنوان نمونه حد اکثری و افراطی مثال زده میشه ولی بذارین این نکته رو هم اضافه کنم افراطیونی هستن که اقلیت های مذهبی رو سرکوب میکنن و روزنامه نگارا رو سر میبرن افراطیون بدتری هم هستن که علاوه بر این کارا فعالین مدافع حقوق زنان رو شکنجه میکنن و بدن روزنامه نگارا رو قطع میکنند. میکنن منظورم اینه که ما همیشه نباید بین این دوگانه مغلطه آمیز گیر کنیم و خود رو قائل به انتخاب بین بد و بدتر کنیم ما میتونیم هر دو رو تقبیح و رد کنیم منظور شما رو میفهمم فقط دارم در مورد وضعیت و جایگاه شخص شما فکر میکنم خب شما بنا به تقدیر شهروند امارات متحده عربی بودید بعد شما رو از کشور اخراج کردن و شما هم در نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی دادید که پذیرفته شد ولی همچنان زبانه آتش نوشته ها و اظهار نظرهای شما در وبلاگ و توییترتون رهبران عرب را نشونه گرفت. شما به مردم دنیای عرب میگید که نباید بیشتر از این سرکوب توسط حاکمانشون رو تحمل کنند نمونه هم حکومت سیسی توی مصر مصر مثال خیلی جالبی تو این زمینه میتونه باشه چون سیسی به لطف اون که خیلیا ازش تحت عنوان کودتا یاد میکنن تونسته یه نوع حاکمیت نظامی به مصر تحمیل کنه ولی در عین حال رشد اقتصادی رو محقق کرده و میگه که تونسته حکومت رو از دست اخوان المسلمینی در بیاره که داشته مصر رو به دراشیبی نوارامی و سقوط هدایت می‌کرده. خب در مورد سیسی باید بگم که من همین اخیرا جلساتی رو با عده‌ای از فعالان سیاسی مصری در انجمن آزادی اسلو داشتم. حقیقت اینه که اون آمار و ارقام واقعیت روزمره زندگی مردم عادی مصر رو منعکس نمی‌کنه. اگرچه تولید ناخالص ملی مصر داره رشد می‌کنه، ولی نابرابری اجتماعی هم پا به پاش داره زیاد میشه که البته این مختص مصر نیست. خیلی از کشورهای دیگه هم این مشکل رو دارن. ولی توی مز حکومت اقتدارگرا داره انعطاف‌پذیری مردم رو از درون میخوره. بذارید اینجا یه اطلاعاتی در زمینه بحثمون اضافه کنم. نکته شما این بود که خب بله برای من کار راحتیه که در تبعید و خونه امن خودم بشینم و در مورد این مسائل هشدار بدم و اظهار نظر کنم. ولی حقیقت اینه که بذارید که به اطلاعاتتون برسونم که عمده شنونده‌های پادکست‌های ما از دو شهر ریاض و جده عربستان هستند و در کل هم غالب مخاطبین ما در واقع داخل خود کشورهای عربی هستند. So, so what do you do? آقای بغدادی شما دقیقا چه فعالیتی دارید؟ خب بنیاد خودتون رو دارید و میگید که متحد به کمک به فعالان وطنی هستید که بتونن جامعه مدنی رو بسازن و نهادهای جدیدی رو در دنیای عرب بنیان گذاری کنن که مسیر آزادی و مردم سالاری رو هموار کنن ولی در فضاهای آنچنان ای که ما ازش حرف میزنیم اصولا و عملا میشه کاری کرد خب این سوال ما رو برمیگردونه به اصل پروژه هامون ما یک تیم و بنیاد کوچیکی هستیم البته عنوان بنیاد ممکنه خیلی اون رو بزرگ جلوه بده ما از لحاظ مالی توسط سازمان های محلی توی نروژ و همچنین مخاطبین خودمون حمایت میشیم بنابراین منابع متعددی نداریم به همین دلیل در مورد محقق شدن اهدافمون باید یه مقدار واقعبین باشیم از این رو همیشه دنبال پروژه و تحقیقاتی هستیم که دیکتاتورهای دنیای عرب رو نشونه میگیرن و موضوعات بسیار حساسی که به اونا ضربه میزنن ولی در عین حال هم سعی می‌کنیم موضوعات رو انتخاب کنیم که در حوزه توانایی و امکانات موجود ما به عنوان یک تیم کوچیک قابل اجرا باشه. می‌تونید چند تا مثال بزنید؟ خیلی از این پروژه ها همونطور که قبلا گفتم توصیه شده که به خاطر حساسیت و محرمانه بودن علنی نشن در واقع همین حساسیت موضوعات بوده که منجر به تهدید جون من شده البته یه نمونه قابل ذکر پروژه بزاسه که درش ما به ثروتمندترین مرد جهان داریم کمک میکنیم فردی که خودش هدف تهدیدات حکومت سعودی و شخص بن سلمان قرار گرفته ما در این پروژه گزارشی تهیه کردیم که به FBI پلیس فدرال آمریکا ارائه شد و منتهی به پاسخ عملی و رسمی شد چون همونطور که مشخصه قضیه بزوس یه موضوعی با ابعاد امنیتی ملیه البته پروژه های دیگه ای هم هستن که ما روشون کار میکنیم که بیشترشون ماهیتی دارن که ما نمیتونیم علنی کنیم کاملا متوجه هستم از این لحاظ که من خودم در دهه 1990 توی مصر زندگی کردم اون موقع یه میزانی از سوء در مورد سازمان مردم نهاد وجود داشت سازمانهایی سازمان هایی که خیلی هاشون از خارج کشور و به خصوص آمریکا کمک مالی دریافت کشور کشورهایی مثل نروژ هم همینطور نمونه این سازمان ها مؤسسه ملی دموکراسی بود که رسانه های دولتی مصر اونها رو دست نشونده غربی ها و ابزاری برای اعمال نفوذ توی کشورشون معرفی میکردند حالا شما چیکار میکنید که این تصور در موردتون رواج پیدا نکنه خب این سوال مهمیه و ما عمیقا در موردش فکر کردیم چون نمیخوایم در اون قالب و محیط قرار بگیریم و به همین دلیل که عمده تأمین مالی ما از طرف مخاطبین ما و نه نهادها انجام میشه منظورم کسایی که مصرف کننده این نوشته ها و موضوعات ما هستند و به صورت آنلاین به ما کمک مالی میکنند در واقع منبع اصلی ما و شالوده حمایت مالی ما از طرف اون افراده من به این نکته آگاه هم که ما توی عصر زندگی می کنیم که نه فقط در خاورمیانه بلکه در کل دنیا با حاکمیت قلدرها روبرو هستیم برای مثال میتونیم به چین و روسیه اشاره کنیم و بگیم شاید افرادی مثل سیسی و بن سلمان به اونا نگاه کنند و برای شیوه اداره حکومتشون بیشتر از اونها الهام گیرند تا از حکومت های دموکراتی در اروپای غربی به نظرتون میتونید در این مبارزه علیه حاکمان قلدر پیروز بشید به نظرم وزش باد تاریخ به سمت حرکت قایق ماست. به قول یکی از دوستان عزیزم، تاریخ در مسیر امن و مطمئنی داره جلو میره. واقعیت اینه که از سال 2014 زمانی که ما شاهد سرکوب جدی انقلاب‌های بهار عربی بودیم خیلی نگران بودیم که این دیکتاتورها میخوان در این مقطع چیکار کنند. چون بهار عربی یک چشمنداز با خودش به همراه داشت و یک سری ارزش و اصولی رو نمایندگی می‌کرد که بر اساس اونا مردم به خیابونا ریختن و برای اون ارزش جونشون رو فدا کردن وقتی مردم به خیابونا میرن و با گلوله کشته میشن باز بقیه هم دنبالشون میرن و دوباره برای آزادی و کرامت خودشون شعار میدن معنیش اینه که دیگه اینا شعار نیستن ارزش و اصول و باورهایی هستند که براش جون میدن تو اون مقطع سال 2014 که ورق برمیگشت ما هم گفتیم حالا که این حاکمان خودکامه دوباره قدرت رو در اختیار گرفتن میخوان یک چشمانداز جدیدی و جایگزینی برای آینده کشورشون ارائه کنن ولی نتونستن این کار رو انجام بدن نتونستن یک چشمانداز نو ارائه کنن چیزی هم که به عنوان چشمانداز و قرارداد اجتماعی روی میز گذاشتن چیزی نیست که تاثیرگذار و الهام بخش شهروندان طبقه متوسط جوامع عربی باشه به همین دلیل ما هنوز شاهد ادامه بهار عربی در جایی مثل سودان و الجزایر هستیم بگم که تموم نشده داستان هنوز ادامه داره به هیچ وجه تموم نشده نکته جالبیه که میگید بهار عربی هنوز ادامه داره یکی از موضوعات اصلی این مصاحبه ما اهمیت عربستانه آیا واقعا میخوایم بگین که انتظار دارید روزی انقلابیونی رو شاهد باشیم که در خیابونای ریاض و جده تظاهرات کنن اینکه حکومت پادشاهی سعودی ساقط بشه و اگر چنین توقعی دارید چه نوع حکومتی به نظرتون اون رو جایگزین خواهد کرد اجازه بدید اول یه توضیح بدم یه زرب ممثل عربی هست که میگه آخرین چاره و درمان سوزوندن زخمه از نظر من در اینجا هم رستاخیز مردمی آخرین گزینه است خب در حالت ایدهئال کسی دنبال این نیست که کار به اونجا بکشه ولی زمانی که تمام مسیرهای ایجاد تغییر به روی شما بسته میشه مجبورید که این راه رو در پیش بگیرید البته حالت مطلوب اینه که تغییر کنترل شده تر باشه و اصلاحات به صورت اساسی و واقعی صورت بگیره و این زمانیه که طبقه حاکم به این نتیجه برسه و بگه خب این برای خود ما هم خوب نیست ادامه این وضعیت منتهی به ثباتی و ناپایداری میشه باید با واقعیت روبرو رو بشیم واقعیت اینه که رستاخیز مردمی خودش یک قمار پرخطره و باید تنها زمانی به سمتش بریم که واقعا همه مسیرهای تغییر مسدود شده باشه خب حالا که صحبت از خطر شد هرچند به انتهای مصاحبه نزدیک میشیم یه سوال شخصی میخوام مطرح کنم اول برنامه در مورد تهدیداتی که ظاهرا علیه شما بوده صحبت کردیم میدونم که شما بچه دارید و بچهتون توی نروژ مدرسه میره و همین قضیه چند هفته پیش وقتی که مسئله تهدید شما جدی شد مقداری سر و صدا ایجاد کرد چی ممکنه باعث بشه زمانی به این نتیجه برسید که ادامه این مبارزه دیگه واقعا ارزشش رو نداره خیلی سوال سختی استیون چون برمیگرده به احساسات و زندگی شخصی و شما مسئله پسرم رو مطرح کردین ببینید من میخوام پسرم رو طوری تربیت کنم که بفهمه مبارزه برای کرامت انسانی ارزش این رو داره که براش زندگیمون رو فدا کنیم این پیامی بوده که بهش رسوندم همون سال 2014 که وارد نروژ شدم همین رو توی یک سخنرانی در انجمن آزادی اسلو توضیح دادم یا به اون کرامت انسانی میرسیم یا در راهش جونمون رو میدیم یا به آزادی میرسیم یا زندگیمون رو براش میذاریم بازم این یه شعار نیست یه ارزشه یه باوره، یه رسالت برای زندگی و این مختص به شخص من نیست. من فقط یه نفرم، فقط یک صدا. هزاران نفر و حتی میلیون نفر دیگه مثل من هستن و صداشون شنیده نمیشه و این وظیفه منه که پژواک صدای اونا بشم. آقای عیاد بغدادی، فرصت مصاحبه ما اینجا تموم میشه. خیلی سپاسگزارم که من رو در هارتاک همراهی کردید.